الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در آیه 22 از سوره مبارکه بقره بودیم. خدای متعال می فرماید الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. صدق الله العلی العظیم. در جلسه قبل ذکر کردیم که خدای متعال بعد از این که مردم را به سه گروه تقسیم کرد، متقین و کفار و منافقین، در این آیات مبارکات ارکان ایمان را ذکر می کند که اگر کسی این ارکان را دارا بود مؤمن هست. رکن اول توحید است، یعنی پرستش خدای متعال بدون این که شریکی برای او قرار بدهیم. خدای متعال بعد از این که مردم را امر می کند در آیه گذشته که خدا را بپرستند، علت این پرستش را هم بیان می کند و می فرماید لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. ما چرا خدا را بپرستیم؟ چون که اولا ما را آفرید، نیاکان ما را آفرید که در آیه گذشته بیان شده بود. بعد بعضی از نعمتهایی که خدای متعال بر ما ارزانی داشته نیز در این آیه بیان میشه. پس خدایی که شما را آفرید و نعمتهای بی مقدار و نعمتهایی که قابل حساب نیست در اختیار ما قرار داد، همچی خدایی لازم است که پرستش بشه، نه اون انداد و ازداد و بتهایی که هیچ سودی برای ما ندارن. یک بتی که از سنگ یا چوب ساخته شده، این بت چه نفعی برای ما داره؟ چه تأثیری در وجود ما داره که او را بخواهیم بپرستیم؟ بلکه خدایان بشری نیز، یعنی بشرهای دیگر، بندگانی مثل خود ما هستند. پس چرا اونها را بپرستیم؟ اونها نیز آفریده پروردگار متعال هستند. چرا اونها را بپرستیم؟ پس بنابراین علت این که ما خدا را میپرستیم و باید بپرستیم این است که ما را آفرید، نیاکان ما را آفرید و نعمتهای زیادی را در اختیار ما قرار داد. خب، در اینجا چند بحث هست. بحث اول این است که خدای متعال در قرآن هنگامی که احکام یا واجبات یا محرمات، بلکه حتی مستحبات یا امثالش را که بیان می کند، علت حکم را نیز بیان می کنه. چرا که انسان وقتی که علت یک چیزی را فهمید، قانع شدن او به آن چیز بسیار آسان تر است و اگر انسان به چیزی قانع شد، انجام دادن اون شیء اگر واجب بود یا ترک اون شیء اگر حرام بود برای او خیلی آسانه. یعنی شما دیدید گاهی انسان یک چیزی را قانع هست که باید انجام بده چون که مفیده، حتی اگر برخلاف رغبتش باشه، برخلاف خواستهای نفسانیش باشه، با کمال میل اون کار را انجام میده. یعنی مثل یک بیماری که یک داروی بسیار تلخی را برای او پزشک تجویز میکنه، این بیمار هم قانع هست که بیمار است و نیازمند به این دارو هست. میبینیم که
با کمال رغبت میاد این دارویی که تلخ است و نفس خواهان این دارو نیست، این دارو را با کمال میل تناول میکنه، زحمت را هم تحمل میکنه، پولم میده تا این که مثلا فواید خوردن یا نوشیدن این دارو گیرش بیاد. چرا؟ چون که قانع هست به فایده این کار، یا چیزی که انسان قانع است که ضرر داره، مانند همین بیمار که میدونه فلان غذا برای او مانند سم مهلک هست، بایستی پرهیز بکنه. خب ممکنه خیلی اشتها داشته باشه که از این غذا تناول بکنه، اما میل پیدا نمی کنه و این غذا را نمی خوره. چرا؟ چون که به ضرر این غذا واقف هست. لذا خدای متعال در قرآن کریم هر جایی را که حکمی را ذکر کرده، علت اون حکم را ولو با یک کلمه یا با یک جمله بیان نموده تا این که پذیرش مردم به اون حکم کامل باشه. البته یک انسان مؤمن که ایمانش کامله، حالا چه علت را فهمید چه علت را نفهمید، مادامی که معتقد است که خدای متعال حکیمه و روی حکمت دستوراتش را صادر میکنه، خب یک انسان مؤمن با کمال رغبت و میل احکام خدا را انجام میدهد. اما خب غالب مردم اینجوری نیستن، غالب مردم مؤمنین کامل الایمان نیستن، بلکه خب مؤمنه اما به نتیجه پاش از یک جهتی میلنگه. برای این جور افراد ذکر علت موجب قناعتشون میشه، وقتی که قانع شد انجام اون کار برای او خیلی سهل و آسان میشه، اگرچه برخلاف رغبات و خواسته های نفسانی او باشه. ولذا ما میبینیم که مثلا در آیات مختلف خدای متعال خمر را، شراب را حرام کرده. خب علت حرمت شراب چیه؟ در آیه میفرماید یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. چون که انسانی که شراب میخورد عقلش را که سرمایه اصلی یک انسانه و امتیاز یک انسان از یک جانور در عقلشه و الا در جسمش که از نظر وظایف اعضای جسمانی فرقی بین انسان و بسیاری از حیوانات نیست. خب فقط فرق یک انسان با یک حیوان در چیه؟ در عقلشه. شراب میاد این علت امتیاز انسان را از بین میبره، عقل انسان را از بین میبره. انسانی که عقلش را از دست داد ممکن است یک کارهایی ازش سر بزنه، این کارها موجب دشمنی و عداوت بشه، به کسی توهینی بکنه، اهانتی بکنه، تعدی به دیگران بکنه، در حال مستی، در حالی که لایعقل هست، و این موجب دشمنی میشه. حالا بعدن هم پشیمان بشه وقتی سر عقل بیاد فایده نداره، چون که وقتی سبب دشمنی ایجاد شد ممکن است با معذرت خواهی از بین نره. پس بنابراین یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. دشمنی آشکار عداوت، یا دشمنی قلبی که بغضاء باشه، یعنی کینه. چون که گاهی انسان دشمنیش ظاهره، این عداوته، گاهی دشمنیش ظاهر نیست، در دل این کینه هست، اما این کینه و این بغض در جاهایی ممکنه خودش را نشون بده. خب این علت حرمت خمره. و همچنین میسر، میسر یعنی قمار. چرا قمار باختن در شرع حرامه که الان در بسیاری از کشورها متاسفانه رایج هست؟ چون که باعث اکل مال به باطل میشه. یک کسی رفته زحمت کشیده، شبانه روز کار کرده، تجارت کرده، کارمند بوده، کارگر بوده، هرچی بوده، یک پولی را جمع آوری کرده، در یک بازی این پول را میبازه،
خب معلومه که این موجب دشمنیش میشه وقتی ببینه که پولش، خونش، تشکیلاتش دست کسی دیگه ای هست که هیچ زحمتی نکشیده، حالا در قمار در چند دقیقه، حالا شانس باش وارد بوده یا ماهر بوده در این کار، تونسته تمام املاک این شخص را یا پولهاش را از چنگش به در آورد. خب موجب دشمنی میشه. علت حرمت را خدای متعال در یک جمله بیان فرموده. یا نماز واجبه، چرا نماز واجبه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. انسان نمازی که میخواند با حضور قلب باشه، نماز حقیقی باشه، نه اینکه صورت نماز باشه. این نماز انسان را از پلیدی ها، از کارهای منکر باز میداره و در عین حال او را به یاد خدا میاره که این مهمترین فائده هست که انسان، فایده بزرگتر این است که به یاد پروردگار متعال باشه با فوائدی که ذکر خدا برای او داره. از اون طرف میبینیم که نتیجه کار را هم خدا بیان کرده که کسی که ایمان بیاورد خدای متعال او را جزای خیر میده و کسی که کار پلید انجام بده، کار ناشایست انجام بده، جزای سختی در انتظارش هست. وقتی انسان این را بشنوه و باور بکنه، خب خیلی از کارهای ناپسند را انجام نمیده. میدونه که نتیجه این کار ناپسند عقوبت الهی هست و نتیجه این کار خوب ثواب خدای متعال هست. لذا بعضیا سوال میکنن که چرا انقدر در قرآن ذکر آخرت هست، ذکر بهشت هست، ذکر جهنم هست، ذکر نعمتهای بهشت هست، ذکر سختی‌های جهنم هست. این علتش اینه که وقتی انسان متوجه این نتیجه کار بشه، خیلی وقتا او را از کارهای ناشایست باز می‌داره و او را به کار خوب ترغیب می‌کنه و خاصه این که کارهای خوب معمولاً برخلاف نفس انسانه و کارهای ناپسند معمولاً بر طبق شهوات و خواسته‌های نفسانی انسانه. پس نتیجتاً در قرآن کریم اگر تعبیر صحیح باشه، سیاست بیان علت و بیان سبب این احکام و مختلف امور هست تا انسان قانع باشه، چون که دین اسلام بر پایه منطق و قناعت استوار هست. لذا خود پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه بحث و گفتگو و نقاش را به اصحاب خودشون بلکه به کفار هم میدادند. حالا چه کفار از مشرکین مکه یا غیر مکه بودن، میمدن با پیغمبر بحث میکردن، جدل میکردن، خدای متعال هم مهمترین صحبتهایشان را در قرآن آورده و رد این صحبتها را هم در قرآن آورده. و همچنین با نصارای نجران که اینا که آمدند، هنگامی که اینها آمدند در مدینه، یک عده از بزرگانشون آمدن، عاقب بود درشون، یک شخصشون به نام السید بود، یکی عاقب بود و عده زیادی از اینها آمدن در مسجد پیغمبر، با پیغمبر بحث و گفتگو کردن که 80 آیه از سوره آل عمران در همون وقت نازل شد، چون که اینا گفتگوشون در سطح بالایی بود، جدالشون بالاتر از سطح مشرکین بود. خدای متعال جواب این صحبت‌ها را، بلکه دلیل‌هایی که برای امثال اینها باید اقامه بشه در این آیات 80 آیه سوره آل عمران خدای متعال بیان کرده. اصلا تنها دینی که باب گفتگو و نقاش و بحث را باز کرده دین اسلام هست. شما در ادیان دیگر وقتی میرید در بحث را می‌بندند، هر جایی که بخواید بحث بکنید میگه این مافوق عقله، نمیتونی درش بحث بکنی. شما الان برید در یک کلیسا با مثلا اونهایی که معتقد هستند که عیسی فرزند خداست، در عین حال خود خداست، یکیه، ستاس، اقانیم ثلاثه، اینا در عین حالی که یکیه ستاس، خب باشون گفتگو بکنید که مگر ممکنه یک چیزی در عین حالی که یکی باشه ستا باشه؟ میگن این بحث فوق عقله، بحثش را نکن. یا حتی بعضی از گروه های
مسلمون ها اصلا باب جدل و مناقشه را بستن. مثلا فرض کنید فرقه شیعه اسماعیلیه اینها گفتگو را تحریم کردن، یعنی جدال و نقاش را در مسائل دین. این با سیستم اسلام و قرآن ناهمگونه. قرآن سیستم بحث را باز کرده، گفته بحث بکنید، گفتگو بکنید. حتی در یکی از جلسات گذشته گفتیم که در اصول دین تقلید جایز نیست. شما نمیتونید بگید چون که پدرم گفته خدا هست پس منم میگم خدا هست. باید از روی دلیل معتقد به وجود خدای متعال باشید، چون که انسانی که با قناعت بیاد این استواره، اما انسانی که بی قناعت بیاد این پاش میلنگه، هر لحظه ممکن است که از جاده ثواب خارج بشه. حتی شما اگر ببینید مسلمان هایی که گناهکار هستند، اینا در واقع در قلبشون خیلی چیزها رو باور ندارن. چرا باور نداره؟ چون که دلیل ها رو ندیده، یا در محیطی پرورش یافته که این محیط او را اینجوری بار آورده، چندان به مسائل دینی از روی دلیل آگاه نیست، لذا اسمش مسلمانه اما در واقع از اسلام خبری در او نیست، چون که در واقع قانع نیست. ولو در زبان بگه، اگر کسی بگه من مسلمان هستم در عین حال هم گناه بکنه، این در واقع معتقد به آخرت نیست، یا معتقد به خدا نیست، یا معتقد به پیغمبر نیست، گرچه به زبان جاری بکنه. چون که اعتقاد بر عمل انسان آشکار میشه، اصلا کاری که انسان میکنه نتیجه طرز تفکرشه، طرز عقیدشه. این طرز تفکر و عقیده در رفتار انسان نمایان میشه. لذا در یکی از جلسات قبل گفتیم که چرا انقدر اسلام بر عقیده و اعتقاد تأکید کرده، به خاطر همینه که اگر انسان عقیده و فکرش صحیح شد، کارش هم صحیح میشه. نتیجه اتوماتیکی طرز تفکر صحیح کار صحیحه، و نتیجه اتوماتیکی طرز تفکر غلط کار غلط و ناصحیحه. لذا اسلام که اومده جهان بینی انسان را میخواد درست بکنه. یعنی کسی که معتقد به آخرته، خب گناه نمیکنه، در فکر خدمت به دیگران هست، مثلا در فکر این هست که به دیگران ظلم نکنه. اما کسی که معتقد به آخرت نیست، میگه حالا آخرتی نیست، ما چه کار خوب کردیم چه نکردیم چه فرقی داره، چه به دیگران ظلم کردیم چه نکردیم چه فرق داره. لذا الان در جهان غرب با اینکه دموکراسی هست و یک سری از حقوق بشر و انسان را مراعات میکنن، یک آزادی هایی هم هست، میبینیم که نسبت به مردم دیگر استعمار خیلی در خیلی از کشورهای غربی قوت داره. استعمارگر هستن. چرا استعمارگره؟ چون که معتقد به آخرت که نیستن. میگه پس به نتیجه ما چه فرقی داره ثروت ملت‌های دیگر را چپاول کردیم یا نکردیم، بر اونها مسلط شدیم یا نشدیم، اونها را کشتیم یا نه، چه فرق داره، پس بذارید استفاده بکنیم. این نتیجه جهان بینی غلطشون در فکرشون هست. اما کسی که واقعا معتقد به خدا و پیغمبر باشه، معتقد به آخرت باشه، این جهان بینی صحیح به او میگوید که به احکام قرآن و اسلام عمل کن، از جمله اینه که دیگران هم نوع تو هستند. اگر برادر ایمانیت نباشه، اقلا نظیر تو در خلق هست. پس بنابراین علت در قرآن یک مسئله محوری و اساسیه. اینجا همین جوره. در آیه قبل خدا می فرماد یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم. چرا؟ صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله، عليك يا اجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، إذا كنت في نعمة فرها. به چه جهت عبادت بکنیم خدا را؟ الذي خلقكم، این علته، والذين من قبلكم،
لعلكم تتقون. در این آیه میفرماید نعمت‌های دیگر، یعنی نعمت اصل وجود که خلقت، بعد الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، شما را آفرید وسائل زندگی راحت را هم برای شما مهیا کرد. شما نگاه بکنید فعلا این مقداری که کشف شده، تنها جایی که قابلیت سکونت و پرورش موجودات زنده درش هست کره زمینه، البته تا مقداری که اکنون کشف شده. حالا در کرات دیگر، در منظومه های دیگر، در کهکشان های دیگر موجوداتی شبیه به انسان یا غیر شبیه به انسان هستن یا نیستن هنوز علم ثابت نکرده. البته ممکنه باشه، شاید از بعضی روایات هم استفاده بشه، اما نتیجتاً فعلا مقداری که کشف شده اینه که تنها کره‌ای که جایی که موجود زنده ممکن است در او پرورش پیدا بکنه کره زمینه. چرا؟ چون که کره‌های دیگر قابلیت موجود زنده را ندارند، با اینکه ممکن است از کره زمین خیلی بزرگتر باشند یا اینکه مثلا معادنی که درش باشه بیشتر باشه. خدای متعال شما را آفرید، زمین را هم برای شما قابل سکونت قرار داد. وقت تعبیر آیه خیلی تعبیر لطیفیه، میفرماید الذی جعل لکم الارض فراشا، مانند یک بستری که انسان روش استراحت میکنه. خب معلومه انسان وقتی که میخواد استراحت بکنه سعی میکنه که بسترش بستر نرمی باشه، ملایم باشه، که در حال استراحت بدن او استراحت کامل بکنه، نه اینکه حالا مثلا یک جای خشنی باشه، سخت باشه که بدنش اذیت بشه. لذا خود ما دیدیم که گاهی انسان مجبور میشه که در یک جای خلاصه ناهمواری استراحت بکنه بخوابه. خب وقتی بلند میشه میبینه خستگی بر بدنش هست، بلکه ممکن است که بدنش، بعضی اعضای بدنش درد گرفته باشه، شاید اصلا نتونه بخوابه یا راحت نخوابه. خدای متعال زمین را برای شما فراش قرار داد، یعنی یک بستری که راحت در او زندگی بکنید، اسباب راحتی را برای انسان قرار داده. بله حالا اگر انسان، بعضی انسان ها میبینیم که اینا در سختی هستن، زندگی ناراحت و ناآرامی دارن، این نتیجه عمل خود بشر هست. آیه میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، وقتی یک عده پول مردم را چپاول بکنن، یک سری قوانینی باشه که نذار مردم به راحتی کوشش و تلاش بکنن، تجارت آزاد نیست، بیان آزاد نیست، گفتگو آزاد نیست، درس خوندن آزاد نیست، فکر کردن آزاد نیست، نوشتن آزاد نیست. خب معلومه در همچی محیطی که خفقان درش حاکم هست، انسان نمیتونه وسائل راحتی را برای خودش، حالا چه راحتی مادی چه راحتی معنوی، این وسائل را نمیتونه برای خودش فراهم بکنه. اما اگر بر طبق قوانینی که خدا در طبیعت و در تشریع قرار داده عمل بشه، همه چیز آزاد است مگر محرمات، اونم به خاطر اینکه این محرمات توش ضرره. دزدی حرامه چون که ضرر درش هست، فلان چیز حرامه چون که ضرر درش هست. اگر خلاصه مردم آزاد باشند و قوانین صحیحی حاکم باشه، خب زندگی مردم زندگی مرفه و راحتی خواهد بود، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی. خدای متعال زمین را فراش قرار داد، بستر آرام و راحتی قرار داد. حالا یک کسی از این بستر استفاده نکنه یا خرابش بکنه، اون تقصیر پاره ای از مردم هست، نه تقصیر قوانین این که خدای متعال قرار داده. الذی جعل لکم الارض فراشا، که قابل زندگی هست، اونم زندگی راحت، و السماء بناء، سماء آسمان، سماء در لغت عربی جهت بالا رو میگن، آسمان جهت علو رو. لذا اون جایی که ابر هست، با اینکه مثلا ممکنه 1 کیلومتر 2 کیلومتر بیشتر از زمین فاصله نداشته باشه، اونو بهش میگن سماء. کرات دیگر در آسمان ها هستند، و تعبیر آسمان ها به اعتبار اختلاف این طبقات هست.
یا اختلاف این محاور هست که حالا اون بعد در یک آیات دیگری تفصیلش خواهد آمد. جهت بالا، خدا آسمان را برای شما مانند یک بنا قرار داده. یعنی شما الان تو این ساختمان نشستید، خب اگر بیرون سرد باشه، گرم باشه، باران باشه، طوفان باشه، این ساختمان مانع رسیدن آزار طبیعت به شما هست، شما را از باران، از گرما، از سرما، از گزند به اصطلاح حوادثی که هست محفوظ می‌داره. خدا هم آسمان را مانند یک بنا قرار داده. در علم جدید هم ثابت شده که طبقه‌هایی در آسمان قرار داده، اطراف کره زمین قرار داده که مانع رسیدن اضرار به کره زمینه. شما الان اگر شبی در وقتی که تاریک باشه و آسمان صاف باشه به آسمان نگاه میکنید، نگاه بکنید، گاهی شهابی را میبینید یا شهابهایی را میبینید. این شهابها چی هستند؟ اینها یک اجرام آسمانی هستند، سنگهایی هستند که سرگردان در آسمان میچرخند. اینها هنگامی که به زمین میرسند، یک غلافی هست مثل پوست یا اتمسفری که اطراف کره زمین هست، این مانع رسیدن این سنگ ها هست. این سنگ ها با حرکت زیاد، با سرعت زیاد حرکت میکنه، وقتی به جو زمین میرسه چون که سرعتش خیلی زیاده، این جو زمین مانع داخل شدن این سنگ ها در زمین هست و این سرعت زیاد باعث این میشه که این آتش بگیره و شما به شکل یک شهاب این پاره سنگ ها را میبینید. خود خورشید یک اشعه هایی دارد که این اشعه ها بسیار برای حیات مضره. خب این جو زمین مانعه. الان اوزون که گفته میشه و الان به خاطر پاره از گازهایی که تولیدات بشری هست مثل گاز یخچال و امثال اینها باعث از بین رفتن جایی از این به اصطلاح اوزون شدن، خب اضراری که هست، یک اشعه داره ماوراء بنفش خورشید، این اشعه اگر به چشم انسان برسه باعث کوری چشم انسان میشه و لذا اونجوری که در بعضی از روزنامه ها و اخبار گفتن، بعضی از کشورهایی که در حاشیه اون جایی که در اوزون به اصطلاح شکاف ایجاد شده هستن، مثل جنوب قاره آمریکا، در آمریکای جنوبی گاهی گفته شده که مثلا بعضی از حیوانات، حتی بعضی از افراد نابینا شدن به خاطر اینکه اشعه ماوراء بنفش خورشید مستقیما به چشم اینها اصابت کرده. خب و همچنین غلاف هایی که در جو و اطراف زمین هست باعث این میشود که ضررهایی که ممکن است متوجه بشریت یا اصلا موجودات زنده در کره زمین بشه به وسیله این سقفی که خدا آفریده، این سقفی که نامرئی است اما موجوده و کشفم شده، این ضررها به موجودات زنده نرسه. اینم از نعمتهای خدا بر ماست که باعث شده که در کره زمین بتوانیم راحت زندگی بکنیم. الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، مانند یک بنا و سقفی که مانع رسیدن ضررهای آسمانی به شما بشه. بعد خدای متعال یکی دیگر از نعمتها را بیان میکنه. نعمت اول اصل وجود بود، الذی خلقکم والذین من قبلکم. نعمت دوم این است که زمین را برای شما مهیای زندگی قرار داده. نعمت سوم این است که باران برای شما ارسال میکنه و ذکر خصوص باران به خاطر اینه که وجود انسان و موجودات دیگری که روی کره زمین زندگی میکنن، خصوصا موجوداتی که در خشکی هستن، متوقف بر باران هست. یعنی الان هر جایی که سبزه هست این نتیجه بارانه. حالا چه مستقیما از آب باران استفاده کرده یا از چاه انسان استفاده میکنه، آب چاه از چیه؟ این نتیجه بارشه. باران میاد و در اعماق زمین نفوذ میکنه تا یک جایی میرسه که توقف پیدا میکنه.
خب شما وقتی چاه میکنید از این آب استفاده میکنید، این در واقع غالبا آب همون باران هایی است که، لذا وقتی که باران نیاد آب چاه ها پایین میاد، وقتی باران میاد آب چاه بالا میاد. خب زندگی انسان متوقف بر خوردنه، تغذیه است. تغذیه انسان یا از راه نباتات یا از راه حیوانات، گوشت بخوره. خب حیوانات هم به نتیجه تغذیهشون برگشتش به نباتات. وجود نباتات از برکت باران هست، لذا ذکر این نعمت هم در اینجا، چون که یکی از مهمترین نعمت هایی است که حیات انسان بر او متوقفه. چون که یک نعمت هایی هست حیات انسان برش متوقف نیست، نعمت بینایی، این بزرگترین از بزرگترین نعمت های خدا بر ماست. حالا اما اگر یک کسی خدای نکرده چشمش را از دست داد، این که نمی میره، فقط بینایی خودش را از دست داده، با اینکه نعمت بسیار بزرگی است، اما زندگی یک انسان متوقف بر چشمش نیست. اما باران زندگی نوع موجودات زنده در خشکی متوقف بر باران هست، از جمله انسان. اگر بارش نباشه مدتی بگذره قحط سالی خواهد شد، قحط سالی هم نتیجهش مرگ و میر خواهد بود. پس خدا میفرماید و انزل من السماء ماء فاخرج به، به وسیله این باران، من الثمرات رزقا لكم، که این ثمره ها، میوه ها، حبوبات، امثال اینها رزقی است برای شمای بشر. یا اگر یک علف هایی باشه که به درد شمای بشر نخوره، اینها برای انعام چارپایان به درد میخوره، که چارپایان به نتیجه شما از اونها استفاده میکنید، از گوشتشون یا از شیرشون یا چیزهایی که متعلق به آنها هست. بعد خدای متعال میفرماید خدا شما را آفرید، نیاکان شما را آفرید، زمین را برای شما آماده برای زندگی قرار داد، باران برای شما فرستاد که تغذیه شما و زندگی شما متوقف بر اوست. نتیجتاً فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما میدانید که این بت‌ها، چه بت‌های سنگی چه بت‌های بشری، اینها چندان نفعی برای شما ندارن، ضرری به شما نمیتونن برسونن، خود اینها آفریده شده پروردگار متعال هستن، اینها رو ند برای خدا قرار ندید. ند در لغت به معنای ضده. اینها را از داد خدا قرار ندید، یعنی خدایانی مقابل خدا، مانند مثلا دو نفری که در یک کار هستند با هم رقابت دارن، این بت‌ها را ند برای خدا قرار ندید، چون که خودتون میدانید که این بت‌ها اصلا ساخته شده خودتون هستند، نه نفعی برای شما می رسانن، نمیتونن ضرری برای شما برسانن، بلکه اگر اونها را عبادت بکنید خدا به شما ضرر میرسونه، یعنی مبتلای به عذاب آخرت، بلکه از همپاشیدگی زندگی دنیایی خودتون خواهید بود. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما میدانید که این بتا هیچ کاره هستن. البته ممکن است که این و انتم تعلمون به معنای انتم تعقلون هم باشه، چون که در لغت عربی، حتی در لغت فارسی، شاید لغات دیگر اینجوری باشه، گاهی عقل و علم معنای همدیگر را میدن، میگن عقل مرادشون علمه، میگن علم مرادشون عقله. و انتم تعلمون یعنی و انتم تعقلون، عقل دارید، میبینید که این بت‌ها هیچ فایده‌ای برای شما ندارن، یا شما میدانید که این بت‌ها هیچ فایده‌ای برای شما ندارن. این رکن اول ایمانه که توحید هست. انشاءالله در جلسه آینده رکن دوم ایمان که نبوت باشه را بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و رحمت الله و برکاته.